آموزش نرم افزار سینما 4D. در این بخش آموزشی می‌خوایم به مبحث پارتیکل ها و یا همون ایجاد ذرات بپردازیم و همچنین در محیط اکسپرسو تنظیماتی رو در رابطه با اختصاص دادن پارتیکل به یک آبجکت انجام خواهیم داد که به این ترتیب هم شما بخش ایجاد پارتیکل و کار با پارتیکل در نرم افزار سینما 4D رو خواهید شناخت و همین که یک کار عملی رو در محیط اکسپرسو انجام خواهیم داد. بهتر این موضوع رو یاد بگیرید که وقتی در سینما 4D و میخواهید که در محیط ویوپورت شروع به طراحی بکنید، حتما و حتما یک زمینه واقعی رو در اینجا ایجاد کنید. همونطور که قبلا هم گفته شده، خطوطی که در اینجا میبینید و به صورت جدول هستش فقط جهت ایجاد و در واقع استفاده به عنوان یک مبدأ هست و هیچ وقت زمینه واقعی برای پیاده سازی طرحها نیست. بنابراین ما با استفاده از بخش آبجکت ها و انتخاب پلن یک زمینه واقعی رو وارد محیط می کنیم. در اینجا پلن رو انتخاب می کنیم به این صورت تا وارد محیط بشه. بعد از قرار دادن پلن می تونیم در بخش سایز اون رو افزایش بدیم که من در اینجا به عنوان مثال سایز 1000 رو برای پلن قرار میدم در تمامی جهات، یعنی هر سه محور رو 1000 وارد می کنم تا اندازه اون بزرگ بشه و بعد روی کلید اپلای کلیک میکنم. بعد از این کار یک دوربین رو وارد صحنه میکنم، یعنی اینجا روی کامرا کلیک میکنم تا دوربین وارد بشه. قرار دادن دوربین برای محیط و برای صحنه ها خیلی مفیده و شما در رندرگیری به راحتی خواهید توانست که زاویه های مختلفی رو بگیرید و در واقع یک صحنه مناسبی رو نسبت به دید خودتون ایجاد کنید. برای ایجاد دوربین روی کامرا کلیک میکنیم و به هم شکلی که مشاهده میکنید خطوط سفید دوربین در اینجا قابل رؤیت هست. از اونجایی که ما نمیخوایم تنظیمات خاصی روی دوربین انجام بدیم، پس دوربین رو قفل میکنیم تا دیگه حرکتی نداشته باشه. برای قفل کردن دوربین روی کامرا راست کلیک میکنیم، سینما 4D تگز رو انتخاب میکنیم، یعنی به منوی سینما 4D تگز میریم و زیر منوی اون گزینه پروتکشن رو انتخاب میکنیم که در اینجا مشاهده میکنیم تا آیکون اون روی دوربین. در این حالت دوربین قفل شده و دیگه قابلیت جابجایی نخواهد داشت. خب بعد از این کار، از اونجایی که میخوایم پارتیکل ها رو به یک آبجکت اختصاص بدیم، که البته شما میتونید از بخش آبجکت ها هر آبجکتی که میخواین انتخاب کنید، ولی ما در اینجا نال آبجکت رو انتخاب میکنیم تا در واقع قابل مشاهده نباشه، یعنی یک کنترلر یا همون آبجکت رو داشته باشیم بدون اینکه بخوایم روی اون در واقع کنترلی انجام بدیم و مهمتر از همه اینکه اون آبجکت به صورت نامرئی باشه. نال آبجکت یک آبجکت نامرئی هستش. بعد از انتخاب نال آبجکت میتونین اسم اون رو تغییر بدیم. به عنوان مثال من اسمش رو میذارم رد، از اونجایی که شاید بعدها بخوام که این بخش رو به رنگ قرمز در بیارم به این صورت، و یک کپی هم از نال آبجکت میگیرم بعد از انتخاب اون و مجددا در اینجا پیست میکنم و اسم نال آبجکت بعدی رو میذارم به این صورت، چون بعدها ممکنه رنگش رو آبی قرار بدم که البته تصمیمم هم همین است. بعد از اینکه نال آبجکت دوم رو هم ایجاد کردیم، حالا وقت این رسیده که در واقع پارتیکل رو ایجاد کنیم و وارد محیط اکسپرسو بشیم تا تنظیمات اون رو هم بتونیم انجام بدیم. روی نال آبجکت رد راست کلیک میکنم و از بخش سینما 4D تگ گزینه اکسپرسو رو انتخاب میکنم که در اینجا قابل مشاهده است تا وارد محیط اکسپرسو بشیم. خب محیط اکسپرسو اجرا میشه. برای اینکه آبجکت رو که در اینجا آبجکت رد هست رو وارد محیط اکسپرسو بکنیم، به راحتی با استفاده از حالت درگ میتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی با موس آبجکت رو گرفته و به محیط اکسپرسو میکشیم و رها میکنیم، به این شکل در اینجا قرار میگیره. میتونیم حتی اندازش رو تغییر بدیم و کارهایی از این قبیل. حالا برای اینکه پارتیکل رو روی در واقع آبجکت رد در اینجا ایجاد کنیم، باید از تکنیک پیستوم استفاده کنیم، به این صورت که در محیط اکسپرسو و در اینجا راست کلیک میکنیم، از بخش نیو نود به تکنیک پارتیکل میریم، از بخش تکنیک پارتیکل جنریتور که در اینجا با تیپی جنریتور مشخصه و از زیر منوی اون پیستوم رو که در اینجا میبینید انتخاب میکنیم، روی اون کلیک میکنیم تا انتخاب بشه به این صورتی که مشاهده میکنیم. حالا اگه من اکسپرسو رو به این سمت ببرم و پلی رو بزنم، مشاهده خواهید کرد که پارتیکل ها شروع میکنن به اجرا شدن. در اینجا در زیر نوار تایملاین پلی رو میزنم تا پارتیکل ها رو بتونیم مشاهده کنیم. همونطور که میبینیم پارتیکل ها در اینجا در حال ایجاد هستن و همون ذراتی رو که ایجاد کردیم رو که با استفاده از پیستوم امکان پذیر بود در اینجا مشاهده میکنیم. به این صورت
میتونید شما پارتیکل ها رو وارد محیط سینما فوردی بکنید تا استفاده های مختلفی رو بتونیم از اونها داشته باشیم، که ما در اینجا چند مثال رو در رابطه با استفاده از پارتیکل ها خواهیم زد، که البته هدف ما این هستش که شما بیشتر ابزارهای ایجاد ذره در سینما فوردی رو در این بخش آموزشی یاد بگیرید. خب من اگه این آبجکت رو که در اینجا به اسم رد مشخص هستش بخوام حرکت بدم، همونطور که مشاهده میکنید به تنهایی حرکت میکنه و پارتیکل ها دنبالش نمیان، ولی من میخوام این پارتیکل ها رو به آبجکت رد متصل کنم تا در واقع هر جا که آبجکت رو بردم پارتیکل ها هم همراه با اون بتونن حرکت کنن. خب برای این کار باید چیکار کنم؟ در محیط اکسپرسو باید تنظیماتی انجام بدم و این دو آبجکت رو به هم متصل کنیم، یعنی پارتیکل ها رو به آبجکت رد متصل کنم. برای اینکه بتونم در واقع پارتیکل ها رو به آبجکت رد متصل کنم، روی آبجکت رد کلیک میکنم در این بخش و از بخش Coordinate Global Position رو انتخاب میکنم در اینجا و از زیر منوی اون هم Global Position رو. دقت کنید که Global Position های XYZ رو انتخاب نمیکنم، میخوام همه با هم بوده باشه، بنابراین فقط Global Position رو انتخاب میکنم و بعد از این کار در اینجا دایره ای ظاهر میشه که با استفاده از موس و کلیک و درک کردن این دایره رو با استفاده از یک خط به پیستوم در اینجا متصل میکنم به این صورتی که میبینی. و بعد از متصل کردن آبجکت رد به پیستوم در اینجا، هر جا که من آبجکت رو حرکت بدم پارتیکل ها هم دنبال اون خواهند اومد. به عنوان مثال من در اینجا پلی میکنم تا پارتیکل ها اجرا بشه و همونطور که میبینید من وقتی که آبجکت رو حرکت میدم پارتیکل ها هم دنبال اون به سمت جهتی که موس رو میکشم حرکت میکنن. فرق نمیکنه به چه جهتی بخوام ببرم، چه در محور X، چه در محور Y و چه در محور Z باشه، پارتیکل ها دنبال آبجکت خواهند اومد. خب من این پارتیکل ها رو کمی بالاتر میبرم تا ارتفاعشون بیشتر بشه نسبت به پلنی که در اینجا قرار گرفته. همونطور که می‌بینیم پارتیکل ها به دنبال آبجکت اومدن. خب حالا من می‌خوام با استفاده از ابزار روتیت در اینجا جهت پارتیکل ها رو بچرخونم و رو به زمینه قرار بدم، یعنی اینکه وقتی پارتیکل ها رو اجرا می‌کنیم پارتیکل ها یا همون ذرات رو به زمین قرار بگیرن، ولی همونطور که می‌بینیم وقتی که من روتیت رو انتقال می‌کنم روتیت پارتیکل ها رو یا همین دایره رو به صورت افقی قرار نمیده، یعنی نمیتونه حالت گردشی رو اعمال کنه و من نمیتونم بچرخونم. پس بعد چیکار کنم؟ مجددا به محیط اکسپرسو برمیگردم. برای اینکه بتونم حالت روتیت رو هم داشته باشم در بخش اکسپرسو روی رد و در این بخش یعنی روی حالت قرمز کلیک می‌کنم و لوکال ماتریکس گلوبال ماتریکس رو انتخاب می‌کنم و در اینجا گلوبال ماتریکس رو انتخاب میکنم به این صورت و در آبجکت پیستوم هم روی دکمه آبی رنگ کلیک میکنم و در اینجا گزینه امایتر الاینمنت رو انتخاب میکنم و این دو دایره رو مجددا به شیوه قبلی به هم متصل میکنم به این شکل. بعد از این کار اگر بخوام روتیت رو بچرخونم خواهید دید که روتیت تاثیر خودش رو میذاره و در واقع میتونم پارتیکل ها رو به گردش در بیارم به جهتی که مد نظرم هست به این شکل که مشاهده میکنیم. همونطور که میبینیم من با چرخوندن ابزار روتیت پارتیکل ها رو در جهات مختلفی میتونم قرار بدم. خب من میخوام که این پارتیکل ها به جایی که به سمت بالا برن روی زمینه قرار بگیرن و به سمت زمینه بیان، بنابراین با استفاده از ابزار روتیت به این شکلی که میبینی پارتیکل ها رو میچرخونم تا رو به سمت زمین یا رو به سمت همون زمینه قرار بگیرن. به این شکل پارتیکل ها رو به زمینه قرار میگیرن و در واقع اگر بخوایم از اینا به عنوان یک جرقه استفاده کنیم این جرقه ها رو به زمین میریزن. سپس یک نور رو وارد صحنه میکنیم به این صورت، چون وجود نور همونطور که قبلا هم گفته شده برای ایجاد صحنه های طبیعی تر و بهتر ضروریه. ما نور رو هم در اینجا در محدوده دید دوربین قرار میدیم به این شکل تا بتونه تاثیرات خودش رو روی صحنه اعمال کنه. در بخش اکسپرسو پیستوم رو انتخاب میکنیم چرا که میخواییم تعدادی تنظیمات رو در این بخش اعمال کنیم که مربوط به تنظیمات پیستوم هستش که ضروریه برای ایجاد ذره های بهتر. از اونجایی که مثال ما در اینجا ایجاد جرقه های شبیه به جرقه برق هست، بنابراین تنظیماتی که در اینجا میخواییم انجام بدیم رو هم در این راستا هستش، که البته شما اگر هدفتون باشه که چیزهای دیگه ای رو طراحی کنین خب باید تنظیمات دیگه ای رو انجام بدیم، ولی در اینجا شما با ابزارهای مختلف و تنظیمات اون میتونین آشنا باشین. تنظیماتی که در اینجا قرار گرفته تنظیمات مربوط به
PSTOM هستش. به عنوان مثال برای اینکه شما بتونید در واقع تعداد پارتیکل ها رو کنترل کنید، یعنی که چند تعداد ذره در فریم به نمایش در بیاد، در ابتدا از بخش تیپ شات رو انتخاب میکنید. شات منظورش هر فریمه، یعنی هر فریم رو یک شات میدونه. و در مقابل گزینه شات که در اینجا مشاهده میکنید، عدد مورد نظر خودتون رو میتونید وارد کنید که من به عنوان مثال عدد 3 رو وارد میکنم، یعنی در هر فریم 3 پارتیکل رو برای من اینجا ایجاد کنه. میتونیم مبدأ ایجاد پارتیکل رو هم از بخش تیپ در اینجا تغییر بدین اگر هدفتون این باشه که در واقع به این دایره به صورت مکعب یا مربع بوده باشه، میتونید این گزینه رو انتخاب کنید و همونطور که میبینید تغییر شکل میده و مبدأ پارتیکل ها تبدیل میشه به یک مربع به این صورت. همچنین در بخش اسپید در اینجا میتونید سرعت اجرای پارتیکل ها رو کم یا زیاد کنید. از اونجایی که پارتیکل هایی که به صورت پیشور در حال اجرا هستن با سرعت کم دارن اجرا میشن، برای افزایش سرعت شما میتونید عدد رو بیشتر کنید تا حالت طبیعی تری رو در واقع تجربه کنید، به صورتی که انگار گرانش روی این ذرات هم تاثیر داره و ذرات به جایی که به صورت آهسته بخوان سمت پایین یا به سمت هم پلن یا زمینه بیان، به صورت سقوطی میان و در واقع میافتن روی این زمینه. بنابراین عدد رو ما مثال در اینجا 800 قرار میدیم تا نتیجه رو مشاهده کنیم. همطور که میبینید سرعت ذرات بیشتر شده و ذرات در حال سقوط هستند تا اینکه بخوان آهسته حرکت کنن، و هر چقدر این عدد رو من بیشتر کنم حرکت ذرات به سمت زمین و نوع سقوط اونها هم بیشتر خواهد. عدد رو 1000 وارد میکنم و نتیجه رو در اینجا میبینید. یک بار پاس میکنم و مجددا پلی میکنم تا نتیجه رو بهتر بتونم مشاهده کنم. همچنین میتونید سایز این بخش رو، یعنی اینکه بخواید به صورت پراکنده ذرات رو بریزه و یا نه از یک نقطه ذرات ایجاد بشه رو میتونید در این بخش تغییر بدین. به عنوان مثال من سایز رو در اینجا به جای که 100 سانتی متر باشه مثلا 10 سانتی متر وارد میکنم، یعنی 100 رو پاک میکنم عدد 10 و در محور وای هم همینطور عدد 10 رو وارد میکنم به این صورت، و همونطور که میبینید سایز در اینجا کوچیک میشه و اگر ذرات رو بخوام پلی کنم همونطور که میبینید از یک نقطه شروع میکنم به فرو ریزش به این صورت که به صورت پراکنده هم مشاهده میشه. برای اینکه حالت پراکنده رو به این ذرات بدیم در بخش FOV در اینجا میبینید 45 درجه میایم عدد رو تغییر میدیم و بیشتر میکنیم. به عنوان مثال عدد 80 رو برای محورهای مختلف وارد میکنم، هم برای محور X هم برای محور Y به این صورت، تا در صورتی که ذرات بخوان به صورت حرکتی به سمت زمینه بریزن همونطور که میبینید حالت پراکنده تری رو پیدا میکنن و در واقع ذرات به صورت پراکنده روی زمین میریزن. شما میتونید با تغییر عددی که در بخش X FOV و Y FOV وجود داره این پراکندگی ذرات رو کمتر یا بیشتر کنید. یک بار دیگه من مثال میزنم، در اینجا به عنوان مثال عدد 80 رو کمتر میکنم، میکنم 10. همونطور که می‌بینید پراکندگی ذرات در محور X کمتر میشه. همین عدد 10 رو من میتونم در محور Y هم انجام بدم به این صورت تا تاثیرات خودش رو نشون بده. همونطور که می‌بینید ذرات به صورت خطی دارن می‌ریزن. شما می‌تونید با تنظیمات دقیق این بخش حالت بهتر و طبیعی‌تری رو به فروریزش ذرات بدین. به عنوان مثال من در اینجا عدد 10 رو 15 وارد می‌کنم تا کمی حالت پراکندگی رو داشته باشه. همچنین عدد XFOV رو هم 15 وارد میکنم در اینجا. همطور که میبینید حالت پراکندگی کمی بیشتر شد. خب میذاریم در این حالت باقی بمونه. بعد دیگر تنظیماتی که از این بخش در اختیار داریم و میتونید بنابر نیازتون اونها رو تغییر بدید. در اینجا میتونید اسپینشون رو تغییر بدید، یعنی که این ذرات وقتی که در حال سقوط هستن حالت گردشی داشته باشن یا نه، و تنظیماتی مربوط به این مسئله. خب به بخش اکسپرسو برمیگردیم. حالا وقتی این رسیده که پارتیکل هایی رو که در اینجا ایجاد کردیم رو در یک پی گروه قرار بدیم که در واقع به نوعی قرار دادن در یک گروه هستش. خب چطور باید این کار رو بکنیم؟ اول یک پی گروه ایجاد میکنیم، میایم در اینجا راست کلیک میکنیم، نیو نود، تکنیک پارتیکل، استاندارد، یعنی زیر منوی استاندارد، و پی گروپ رو در اینجا مشاهده میکنید رو انتخاب میکنید و همونطور که میبینید پی گروپ در اینجا ایجاد شده. روی پیستون در اینجا کلیک میکنیم و گزینه پارتیکل رو انتخاب میکنیم در اینجا تا به پیستون اضافه بشه. سپس این بخش رو هم به اینجا متصل میکنیم تا تمامی پارتیکل ها توی این گروه قرار بگیرن. حالا وقتی که شما پی گروپ رو انتخاب کنید تنظیمات پی گروپ هم در اینجا قرار میگیره.
بعد از اینکه پی گروپ رو انتخاب کردیم، حالا میخوایم بگیم که کدوم از این آبجکت ها به این پی گروپ تعلق داشته باشه. از اونجایی که ما آبجکت رد رو فعلا انتخاب کرده بودیم، بنابراین آبجکت رد رو در پی گروپ قرار میدیم. قبل از این کار باید بدونید که اصلا پی گروپ چی کار میکنه. پی گروپ در واقع اصلی ترین کاربردش، یعنی کاربردش این هستش که وقتی که ما تنظیماتی رو روی پارتیکل ها انجام میدیم، پی گروپ مشخص میکنه که این تنظیمات روی این گروه از پارتیکل ها انجام بشه. به عنوان مثال من در اینجا رد رو برای پارتیکل ها انتخاب کردم. وقتی که رد رو وارد محیط پی گروپ بکنم، هر تنظیماتی که در اینجا انجام بدم و روی پی گروپ اعمال کنم، مستقیما روی پارتیکل ها اعمال میشه، یعنی روی گروهی که به این پی گروپ متصل هستش. ولی فعلا باید قبل از اینکه بخوایم این آبجکت رو به پی گروپ معرفی کنیم، باید به بخش سیمولیت یا همون شبیه سازی وارد بشیم که محیط شبیه سازی نرم افزار سینما 4D هستش. تکنیک پارتیکل رو در اینجا انتخاب میکنیم و تکنیک پارتیکل ستینگ رو انتخاب میکنیم تا وارد محیط تنظیمات بشیم. در اینجا شما میتونید به راحتی رنگ مورد نظرتون رو برای این ذرات مشخص کنید که این ذرات یا همون پارتیکل ها چه رنگی باشن. به عنوان مثال روی رنگ و طیف رنگی در اینجا کلیک میکنید تا پنجره اون باز بشه و در این بخش میتونید رنگ خودتون رو انتخاب کنید. از اونجایی که ما در اینجا رد رو برای این آبجکت انتخاب کردیم، پس بنابراین رنگ ذرات رو هم رد انتخاب میکنید. به این صورت بعد از انتخاب رنگ قرمز برای ذرات به این شکل، یعنی به این رنگ در بیان، کمی حالت براق‌تر بگیرن. همونطور که میدونید ذرات به رنگ قرمز تغییر پیدا میکنن. من این پنجره تنظیمات رو میکشم در جای دیگه قرار میدم تا بتونم دید بهتری به ذرات داشته باشم. به این صورت اگر من پلی رو بزنم، خواهید دید که رنگ این پارتیکل ها به صورت قرمز هستش که در حال اجرا هستن. در اینجا قابل مشاهده است که پارتیکل ها به رنگ قرمز هست. از اونجایی که من دو گروه رو در اینجا ایجاد کردم، رنگ آبی رو هم برای این آبجکت میخوام وارد کنم. بنابراین در بخش پارتیکل گروه روی آل که در اینجا مشاهده میکنید کلیک کنم، اد رو میزنم و رنگ دوم رو وارد صحنه میکنم که به عنوان مثال در اینجا هم میتونم نام رنگ رو وارد کنم به این شکل و در بخش طیف رنگی هم طیف رنگی مخصوص به اون رو. خب در اینجا آبی رو انتخاب میکنم و به همین ترتیب شما میتونید گروه رو بیشتر و بیشتر کنید. به عنوان مثال اگر بخواید یک گروه رنگی دیگر رو وارد کنید، مجددا روی اد راست کلیک میکنید و بعد از وارد کردن اد یک رنگ دیگه از جرقه رو یا همون ذره رو در اینجا وارد میکنید. به این صورت و کلید اوکی رو میزنید و تنظیمات اعمال میشه. حالا برای تنظیمات دقیق در این کار رو میکنم که در محیط اکسپرسو میام به این شکل این گروه رو انتخاب میکنم و در واقع هدفم این هستش که این گروه رو در بخش پیستون قرار بدم. پیستون رو انتخاب میکنم و به جایی که بخوام مستقیما خود آبجکت رو قرار بدم، گروه رنگی رو برای این آبجکت مشخص میکنم. در اینجا میخوام به عنوان مثال گروه آبی در اینجا قرار بگیره. بنابراین با حالت درگ کردن میتونم گروه آبی رو بکشم و در بخش پی گروپ قرار بدم. به این شکل که مشاهده میکنم با درگ کردن در اینجا قرار دادم. بعد از این کار همونطور که میبینید ذرات به رنگ آبی تغییر پیدا میکنن، چرا که در واقع من گروه آبی رو در بخش پی گروپ قرار دادم و الان هم اگر پلی کنم شما خواهید دید که این ذرات به رنگ آبی هستن. به همین ترتیب شما به راحتی میتونید با تنظیمات مختلف و کارهای مختلف با استفاده از بخش پارتیکل ها در سینما 4D صحنه‌های مختلفی رو بسازید، مثل صحنه‌های جرقه برق، صحنه‌های مثل بارش برف و یا تگر و یا همچین صحنه‌هایی که به راحتی با مطالبی که در اینجا یاد گرفتین و تمرینات زیاد میتونید این پیاده سازی ها رو انجام بدین. پس شما در این مبحث آموزشی با یکی دیگه از ابزارهای سینما 4D که در رابطه با ایجاد ذرات هست آشنا شدیم و یاد گرفتید که چطور به تنظیمات مختلف اون دسترسی پیدا کنید. همچنین به بخشی از کاربردهای پنجره اکسپرسو پی بردید که چطور با استفاده از پنجره اکسپرسو بین آبجکت های مختلف، تنظیمات مختلف و حالت های مختلف ارتباط ایجاد کنید و اونها رو به هم مرتبط کنید. به عنوان مثال اگر ما میخواستیم که پارتیکل ها و منبع ایجاد پارتیکل ها به گردش در بیاد و یا به صورت گروهی حرکت کنند، در بخش اکسپرسو اونها رو به هم متصل میکردیم تا بتونن این کار رو انجام بدن.